شاید ما دهه 50 ها و یا حتی متولدین دهه 60 در ایران پناهگاه های مدارس در دوران جنگ بین ایران و عراق رو یادمون باشه، اما اینجا اوکراینه، اواخر تابستان 1401 در بحبوحه تهاجم نظامی روسیه به این کشور. بچه ها سال تحصیلی جدید رو بیشتر از هیجان با دلهوره آغاز میکنن، دلهوره شنیدن آژیر قرمز. آژیرها به صورت زنگهای طولانی به صدا در میاد تا بچه ها متوجه این صدا بشن. ما باهاشون تمرین فرار کردیم. دولت اوکراین در صدد ترمیم و ساخت صدها مدرسه ایه که توسط نیروهای روس بمباران و ویران شدن، برای 6 میلیون دانش آموز که آماده بازگشت به درس و تحصیلند. تصمیمی که اولویت اصلی دولت زلنسکی است برای مقابله با تأثیرات مخرب جنگ بر اذهان کودکان. یونیسف میگوید حداقل 380 کودک از زمان آغاز جنگ تا کنون کشته شدند. بسیاری از مدارس در شمال کیف و نزدیکی مرزهای بلاروس همچنان ویرانند و کودکان در مناطق نظامی امسال هم از طریق آنلاین تحصیل میکنند. این داره برای بچه ها عادی میشه. اونها فکر میکنند هر لحظه ممکنه مورد حمله قرار بگیرند. حتی از پنجره به بیرون نگاه کردن برای این بچه ها به یک کار لوکس بدل شده. بچه ها نباید چنین چیزی رو تجربه کنند. وضعیت در شرق اوکراین به مراتب وخیم تره، به خصوص در دونباس، جایی که به تصرف روسیه در اومده. روزها میخواهند ادبیات و تاریخ ما را از بین ببرند. مدارس را موشک میزنند تا این کتاب ها نابود شوند و بچه های ما نتوانند چیزی از تاریخ ما را یاد بگیرند. اینکه در سوی از کشور مدارس به تلی از خاکستر بدل شده و در سوی دیگر دانش آموزان در سایه حمله موشک های کروز درس بخونند، تراژدی شروع این سال تحصیلی است در اوکراین. اما به گفته این مدیر مدرسه، امید به فردای بهتر تنها راه نجات نسل آینده است. من می دونم که بچه ها باز با شادی و نشاط به این کلاس ها بر می گردند. ما از کشورمون و فرهنگمون دفاع می کنیم و امید رو از دست نخواهیم داد. نیلوفر منصوری.